چای ها صحبت کنیم، چون چای های متفاوتی در بازار وجود داره و هر کدوم طرفدارای خاص خودشو داره. منشأ همگی چای ها برمیگرده به گیاه چای و با توجه به درجه تخمیری که بر روی گیاه چای صورت میگیره، چای ها به انواع مختلفی طبقه بندی میشن. بیشترین درجه تخمیر رو چای سیاه به خودش اختصاص میده و کمترین درجه تخمیر رو چای سبز و چای سفید، در واقع جوانه های گیاه چای هستن. با توجه به تخمیری که بر روی چای ها قرار میگیره، ترکیبات اونها متفاوت میشه. برای همین مقدار کافئین بیشتری در چای سیاه نسبت به چای سبز و چای سفید وجود داره. برخلاف تصور مردم که فکر میکنن همه چای ها باید با آب جوش دم بشه، امروز ما میخوایم بهتون بگیم که چای سفید و چای سبز جز اون دسته چای هایی هستن که باید با آبی دم بشن که دمای اون بین 75 تا 85 درجه سانتیگراد باشه. مسئله دومی که برخی از مردم فکر میکنن چای سبز نسبت به چای سیاه ارجحیت داره، امروز ما میخوایم بهتون بگیم که چای سیاه دارای خواص آنتی اکسیدانی زیادیه و همچنین ضد سرطان هم هست. و در آخر هم بهتون میگیم که از نظر دارویی چای سفید و سبز وابستگی کمتری برای آدم ها به وجود میاره، چون مقدار کافئین موجود در اون کمتره. پس خیلی مهمه که در مصرف چای ها تنوع داشته باشیم. یه سر به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.